اما فینال وزن 125 کیلوگرم قطعاً کشی بسیار جذابی خواهد بود. آقای رستمی پور داور وسط چک میکنه سید مهدی هاشمی رو. مهدی هاشمی چهره که در رقابت‌های امیدهای جهان تونست به مدال برنز این رقابت‌ها در 125 کیلوگرم برسه. خب یعدالله محبی هم یکی از کشتران خوب کرمانشاه است که قهرمانی آسیا دهرینو 2017 رو داره. در رقابت‌های شیانشین هم 2019 طلا گرفت. بازی‌های آسیایی برنز رو در کارنامه خودش داره. داور وسط آقای رستمی پور به همراه آقای زورمن و آقای علی اصغری این کشتی رو قضاوت می‌کنن. در ابتدای کار روی سر و گردن هم دو کشتیگیر کار می‌کنن. مهدی هاشمی دیروز کاری کرد کارستون در مقابل امین طاهری، کشتی بسیار خوبی رو از خودش به نمایش گذاشت و نشون داد یکی از خوب‌های وزن 125 کیلوگرم هست این کشتیگیر جویباری. یه لحظه اقدام به زیرگیری میکنه، میرسه به پاهای محبی، یه خم رو در اختیار گرفته، ببینیم که میتونه به امتیاز برسه یا خیر. فشار زیادی رو وارد میکنه اینجا دیگه، یه خم تبدیل دو خم و بیرون تشک خاک میکنه. ببینیم که آیا یه امتیاز در نظر میگیرن یا دو امتیاز. دیروز هم دو سه تا از زیرهای برقاسای خودش رو به نمایش گذاشت این دلاور جویباری. خب زیر نظر پدرش عباس هاشمی تمرینات خودش رو دنبال میکنه، اما خب مربیان زحمت کشی دیگه ای هم در شهرستان جویبار هستن که برای این کشتیگیر زحمت کشیدن. خب همچنان روی سرگردن هم دو کشتیگیر کار میکنن، کشتی بسیار زیبایی رو به نمایش گذاشتن. نتیجه 1-0 در حالی که 1:05 از زمان این دیدار سپری شده. تقاضای کمکاری میشه برای دوبنده قرمز محبی. صحبت میکنه داور که اجرای فن کنه و کشتی رو نگه نداشته باشن. در کنار تشک هم امید اسماعیل پور یکی از مربیان سازنده جویباری تذکرات لازم رو میده به مهدی هاشمی و در طرف دیگر هم جعفر دلیری صحبت میکنه با یدالله محبی. همچنان روی سرگردن هم کار میکنن دو کشتیگیر. کشتیگیر که میخواد ثابت بشه در این وضع و پیران تیم ملی رو بتنگ کنه در رقابت‌های جهانی. خب بایستی از صد امیر حسین زاره هم بگذره. پادشاه وزن 125 کیلوگرم لقب گرفت زاره. همچنان روی سرگردن کار کنه، یه لحظه اقدام به زیرگیری میکنه محبی، از همونجا خاک میکنه مهدی هاشمی رو و دو امتیاز میگیره. 2-1 پیش میفته یدالله محبی. یه لحظه های علی اصغری داور گیلانی تذکر میده که بایستی فاصله بگیرن کشتیگیران از تشک. خب مجدد با سوت داور وسط آقای رستمی پور رقابت آغاز میشه. فینال وزن 125 کیلوگرم یه بار دیگه سعی میکنه که سرگردن رو در اختیار بگیره. یه بار این کار کرد و به امتیاز رسید، حالا مجدد میره که این کار رو تکرار کنه. در رقابت‌های المپیک امیر حسین زاره در این وضع حضور داشت و تونست مدال برنز رو بگیره. این شوالیه جوان کشورمون در رقابت‌های اسلو نروژ زاره طلایی شد و خب در امیدهای جهان هم مهدی هاشمی تونست به مدال برنز برسه. یدالله محبی از دیار پهلوانان کرمانشاه، پهلوانان ایشون برادران محبی، الله مراد زرینی، کوهتر رئی، شهید جعفرزاده و خیلی از قهرمانای دیگه رو تحویل جامعه کشتی داده. محمد حسین محبی که 14 سال عضو تیم ملی بود و 10 سال کاپیتان بوده، باز هم سرگردن رو میگیره. یه لحظه محبی سعی میکنه که پاهای حریف خودش رو از تشک خارج کنه. تلاش محبی در این لحظات بیشتر هست و یه لحظه اینجا دیگه پاهای سید مهدی هاشمی رو از تشک خارج میکنه و یک امتیاز میگیره. تنها 15 ثانیه به پایان وقت اول زمان داریم. نتیجه 3-1 به سود یدالله محبی از کرمانشاه هست. خب همچنان روی سرگردن هم کار میکنن دو کشتیگیر. فینال وزن 125 کیلوگرم رو دارن برگزار میکنن و رقابت های بسیار خوبی رو شاهد بودیم. وقت اول این مبارزه به اتمام میرسه و دو کشتیگیر نزد مربیان خودشون میرن. در یک طرف مربیان کرمانشاه جعفر دلیری تذکرات لازم رو میده و در طرف دیگر هم خب آیه امید اسماعیل پور و اصغر بزری دو تن از مربیان مازندران صحبت میکنن با هاشمی. یه لحظه اینجا اقدام به زیرگیری کرد یدالله محبی، پارو درو کرد و اینجا دونست خاک کنه. وقت استراحت به اتمام میرسه و دو کشتیگیر به وسط تشک میان. واقعا خب جا داره که یادی کنیم از
رضا سوخت سرایی که در بستر بیماری است در 125 کیلوگرم سالیان سال برای خطه مازندران و گلستان افتخارات زیادی رو به دست آورد، هم در آزاد و هم در فرنگی تونست مدال بگیره برای کشور عزیزمون. در رقابت‌های آسیایی جوتاندارو تونست سال 1979 طلا بگیره، در کشتی فرنگی هم تونست طلا رو بگیره 1986 سئول. همچنان دستای دو کشتیگی روی سر و گردن هم کار میکنه، 3-1 پیش هست یدالله محبی و یه مقدار کار دشوار هست برای مهدی هاشمی. اگر میخواد که پیراهن تیم ملی رو به تن کنه بایستی از صد بزرگانیشون یدالله محبی و امیرحسین زاره بگذره. جوان هست و کشتی های خوبی رو دیروز به نمایش گذاشت. یدالله محبی هم کشتی های خوبی گرفت، یکی از کشتیگیران عنواندار کرمانشاه دیار پهلوانان. همچنان روی سر گردن هم دو کشتیگیر کار میکنه، اقدام به زیرگیری میکنه، یه بار دیگه زیرگیری میکنه، اما این بار هوشیار هست محبی و اجازه کار رو نمیده به این کشتیگیر، سعی میکنه که سرتکی رو حالا جفت جور کنه، فشار زیادی رو وارد میکنه. اینجا دیگه یه لحظه سرتکی رو جفت جور میکنه، اگر بتونه به پول ببره میره که ضربه فنی کنه حریف خودش رو، فشار زیادی رو وارد میکنه رو سر گردن و اینجا دیگه ضربه فنی میکنه یدالله محبی. مهدی هاشمی رو جیبار در این رقابت ها 5 کشتیگیر رو به سکو فرستاده که برادران فیروزپور بوده و خب همین عزت‌الله اکبری و مهدی هاشمی که واقعا تو این رقابت ها خیلی خوش درخشیدن. چون فرصت چندانی نداریم تا اینکه در خدمت شما باشیم، من از حضور شما خداحافظی میکنم و در خدمت آقای هادی عامل هم هستیم با ثنای آست. خب هیچ فرصتی نداریم، از بینندگان از شبکه ورزش خداحافظی میکنیم، امیدوارم که رقابت ها مورد توجه من شما از قرار گرفته باشه. به اتفاق آقای علی سوری و همکارم آقای فرزاد فریدی از شما از خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و منانی میسپارم. خدا نگهدار.